کاملا خلاقانه برش های عجیب و غریب انجام بدید ام. کمک میکنم به تنظیم دور موتور باید این سفر رو به عنوان سایه کار حراز کارتون داشته باشید وقتی قطعه کار فیکس نباشه شما تسلط کافی روی کار ندارید شما برش نرم میخواد انجام بدید یا سخت انتخاب کنید که دندونه هاش درشت تمایل به انحراف و دفرم شدن رو داره استفاده درست و اصولی از ار عمودبر یا ار چکشی به شما کمک میکنه که بتونید یه ورق یا یه قطعه چوبی رو اول اینکه درست پرش بدید دو اینکه به خودتون و دستگاه آسیبی وارد نکنید سلام و عرض ارادت من خورمی هستم و اینجا کارگاه آیچو به تو این ویدیو میخوام در مورد آموزش استفاده اصولی و درست است عرچکوشی با شما صحبت کنیم آموزشی که برای افراد تازه کار و مبتدی اونهایی که تازه میخوان از این دستگاه استفاده کنن بتونید یه دید خوبی داشته باشید برای اینکه هم ایمنی شما حفظ بشه در وحله اول در مرحله اول و همین که بتونید کارتون رو درست و اصولی انجام بدید از اره عمود بر میتونید برای برش انواع قطعات و ورقهای چوبی، پلاستیکی، فلزی و حتی مثلا کاشی و سرامیک و ایرانی هم استفاده کنید. مهمترین مزیتش اینه که به شما این امکان رو میده که بتونید آزادانه و کاملا خلاقانه برش های عجیب و غریب انجام بدید. برش منحنی میتونه باشه، نامنظم باشه، برش از وسط یه ورق چوبی میتونه باشه. همه اینها هایی که این دستگاه به شما میده. اما همین قابلیت ها یه سری محدودیت هایی هم داره مثلا معمولا برش هایی که با اره چکشی زده میشه یه مقدار کیفیتش پایینتره. به واسطه اینکه ساختار تیغه یه مقدار منعطف هست کلا جنس تیغه مدل برش در نهایت اون صافی که توی برش با دستگاهی مثل فارسی یا اره دیسکی دارید توی این دستگاه نخواهید داشت. وقتی تیغه به صورت عمودی روی دستگاه نصب شده و حرکتش به صورت رفت و برگشتی و چکشی طور هست قاعدتا میشه حد زد که دلیل نامگذاری ار عمود و ار چکشی تو این دستگاه چیه؟ <متحنت> یه توضیح کلی بدم یه چککشی کلا از یه ساختار از یه بدنه پلاستیکی تشکیل شده و یه قسمت گیربکسی داره موتور داره و صفحه یه سری امکاناتی داره یه شسیی داره که عموما این شسی ها دیمردار هستن و کمک میکنن به تنظیم دور موتور و تنظیم سرعت رفت و برگشت تیغه یه سلکتوری داریم با انتخاب این سلکتور توی حالت مختلف میتونیم مقدار حجوم تیغه به سمت قطعه کار رو تنظیم کنیم یه سلکتور دیگه ای داره که میتونیم تنظیم کنیم که یه فوتکی یه فوتی داشته باشیم یه دمشی داشته باشیم به سمت تیغه برای خارج کردن گرد و خاک از مسیر برش یه مقدار کمک میکنه برای اینکه دیدی بهتری داشته باشید به خط برش یه صفحه ای داره که این صفحه صفحه راهنما صفحه گونی های ماست کلا شما در زمان برش باید این صفحه رو به عنوان اوستای کار به عنوان تراز کارتون داشته باشید که بتونید برشگاهی رو انجام بدید عموما این صفحه ها قابل تغییر هست امکان تغییر زاویه رو صفحه رو دارید 45 درجه به چپ و راست و یه تیغه رو داریم که به تیغیر نصب میشه حالا این تیغگیر میتونه تو مدل های مختلف باشه از این مدل هایی که به صورت پیچی بسته میشه یا مثلا سیستم های SDS و روش های دیگه حالا هر کدوم معای مزایای مخصوص به خودشونو دارن قبل از اینکه از دستگاهی مثل ار امودبار استفاده کنید باید یه سری موارد ایمنی و مد نظر داشته باشید اول اینکه ساختارش از نظر ایمنی به نسبت بهتر از دستگاه هایی مثل فارسیبر ارمیزی یا اردیسکی هست ولی باز با این حال در زمان برش گرد و خاک دارید استفاده از ماسک جلوگیری میکنه از آسیب رسیدن به ریتون پرتاب تراشه داری معمولا گرد برش یا دونه های ریز برش پرتاب میشه به اطراف و معمولا شما وقتی میخواید خط برش رو ببینید امکان داره پرتاب بشه به سمت چشمتون عینک هم داشته باشید و صدای برش هم به نسبت خیلی زیاد نیست ولی باز از گوشی محافظ هم استفاده کنید خیلی خیلی بهتون کمک میکنه که از آسیب رسیدن به شما جلوگیری کنه استفاده از دستکش هم باز پیشنهاد نهاد میشه و حتما این کار انجام بدید اگر من اینها رو ندارم برای اینه که شما بتونید یک دید خوبی داشته باشید، صدای مناسبی داشته باشید و منم هم تمرکزم هم حفظ بشه برای اینکه بتونم این محتوا رو براتون ضبط کنم. برای برشکاری شما به یه سری ابزار و تجهیزات نیاز دارید، خیلی پیچیده نیست. بعضن افراد میان همین یه دستگاه رو دستشون میگیرن و شروع میکنن به برشکاری ولی درستش اینه وقتی میخوای یه قطعه چوب رو برش بدید یه میزه کار حداقل داشته باشید که بتونید قطعه کار رو با گیره بهش فیکس کنید قطعه بعدی گیره هست گیره حالا میدونید تو مدل های مختلف وجود داره ولی بهتون کمک میکنه که بتونید قطعه کار رو به میز کار یا خرپا فیکس کنید نگهش دارید محکم کنید که در زمان برش ما کیک بک نداشته باشیم یا لرزش های بیش از حد نداشته باشیم وقتی قطع کار فیکس نباشه شما تسلط کافی روی کار ندارید اگر احیانا یه قطعه کارتون خیلی بزرگه از دو تا سه تا چهار تا گیره استفاده کنید بسته به نیازتون اگر وزن قطعه کار خیلی بالاست اصلا مشکلی وجود نداره گاهی اوقات نیازم به گیره نیست برای نگه داشتن قطعه کار ولی مثلا قطعه ای این چنینی با یه گیره کنترل کردنش خیلی راحته مرحله اولی که قبل از استفاده از دستگاهی مثل بر باید به اون توجه داشته باشید نصب تیغه هست برای نصب تیغه اول دستگاه رو حتما از برق بکشید اجازه ندید به برق وصل باشه و بعد تیغه رو نصب کنید انتخاب تیغه خیلی مهمه استراتژی برش شما شما برش نرم میخواد انجام بدید یا سخت فقط میخواید یه قطعه چوب برش کنید بره یا اینکه نه قرار اون قسمتی که برش میشه جزی از نمای کارتون باشه اگه میخواید یه برش سریع و سخت و همینجوری انجام بدید هایی انتخاب کنید که دندونه هاش درشته مثل الان این که روی دستگاه نصب شده دندونه ها درشته تعدادش کمتره سریع برش میده ولی برشش خشن هست اگر احیانا میخواید بازی برش نرم انجام بدید که اون نما یه کار براتون مهمه میتونید تیغه های مخصوص با دندونه های کوچکتری انتخاب کنید قابل حدس دیگه سرعت برش کم میشه اما کیفیت برش افزایش پیدا میکنه البته شما میتونید با تنظیم این سلکتور به گام های بالاتر یعنی تو گام صفرش دستگاه با کمترین حجوم باربرداری انجام میده و تو گام سه یا چهار حالا بسته به تنظیماتی که یه شرکت تولید کننده داره وقتی ببرید گامش رو بالا حجومش خیلی بیشتر میشه و شما میتونید با سرعت بیشتری و البته با کیفیت پایینتری برش رو انجام بدید توی مرحله بعد باید فضای کارتون رو آماده کنید ما نمیتونیم یک قطعه چوب همینجوری بگیریم دستمون و شروع کنیم به برش کردن این اشتباه بعضن این کار رو انجام میدن و ما دیدیم طی این سال ولی خب ما باید کار اصولی رو به شما آموزش بدیم قطعه کار رو بهتره که روی میزه کار قرار بدید چه حالت من میز کار انتخاب میکنم در چه حالتی میرم سراغ خرپا اگر قرار باشه وسط این چوب برش بدم یعنی برش های من در این قسمت ها باشه وقتی روی میز کار بذارم دیگه دستگاه نمیتونه برش بده اون تیغه فضای خالی نداره زیر چوب که بخواد برش رو انجام بده پس من باید از خرپا استفاده کنم میذارم رو خرپا یه پایه اینجا یه پایه اینجا این فضای کامل خالی برای من وجود داره که بتونم برشگاهی رو انجام بدم اما اگه میخوام در قسمت لبه برشگاهی رو انجام بدم دیگه مشکلی وجود نداره میتونم فیکسش کنم روی میز کار و این کار انجام بدم الان این کار من براتون انجام میدم شما ببینید حتما از گیره استفاده کنید مثلا من وقتی میخوام اینجا یه خط و برش بدم کاری که انجام میدم قطعه کار رو میذارم روی میز کارم و گیره رو با فاصله از محل برش قرار میدم پشت چوب و کامل الان این چوب در اختیار منه میتونم هر مدلی که دوست دارم برشکاری انجام بدم حالا اینجا شما باید قبل از برشکاری اگر خطی داره برنامه دارید باید مراقب باشید این تیغه که قرار حرکت کنه تو این مسیر توی مسیر برشش هیچ قطعه اضافی نباشه حالا این قطعه میتونه فلزی باشه چوب باشه بخشی از میز کار باشه بخشی از خود سازه باشه باید خط برشتون رو تصویر سازی کنید و مراقب باشید که تو اون مسیر چیزی قرار نگیره و بتونید راحت برش بدید بعد از اینکه تنظیمات مربوط به برش رو انجام دادید حالا نوبت به اتصال دستگاه به برق هست الان دستگاه به برق متصل آماده به کار فقط کافی من شستی رو فشار بدم تا دستگاه کار کنه قطعه کارمون محکمه مسیر برشمون مشخصه حالا میخوایم این کار رو انجام بدیم ببینید هیچ وقت از بیرون دستگاه رو روشن نکنید به سمت قطعه کار نبرید برای کسایی که تازه کارن و دارن میخوان اصولی یاد بگیرن اول خط برشتون رو مشخص میکنید یا به صورت چشمی یا با مداد خط رو میکشید بعد تیغه رو نزدیک میکنید به خط برش تیغه رو نچسبونید به قطعه کار چون اگر به قطعه کار بچسبونید به محض اینکه شاسی رو فشار بدید این تکون میخوره و هم به ممکنه به شما آسیب برسه به دستگاه آسیب برسه و به قطعه کار کفی رو میچسبونید به قطعه کار تیغه با فاصله 2 سانتیمتر متر از مسیر برش هست فشار کنید این مسیر برش و حالا میدونیم میخوایم چیکار کنیم باید با چشمتون ببینید تیغ حدودا یه سانتی فاصله داره ببینید هیچ برشی انجام نمیشه حالا میتونید شاسی دستگاه رو فشار بدید و برشکایی رو شروع کنید سعی کنید شاسی دستگاه رو در اگر دیمر داره سرعتش رو در بالاترین حد ممکن ببرید در موارد خاص نیازه که سرعت رو کم کنید ولی معمولا توی برش چوب باید با حد اکثر سرعت این کار رو انجام بدید حالا من یه ویدیو کاملی در مورد این موضوع منتشر میکنم حتما تلاش نکنید با فشار آوردن بیش از حد به دستگاه و تیغه بخواید سرعت برش رو افزایش بدید با این کار هم به قطعه کار آسیب میرسه هم محل برشتون خراب میشه هم به دستگاه فشار میاد همین که تیغه داغ میشه و سریع منحرف میشه ببینید دوستان با دست چپم وزن خودم رو میذارم روی میز کارم روی یا روی قطعه کار که این قطعه کار تکون نخوره دست راستم هم, هم کامل رو دستگاه فشار میارم به سمت پایین برای اینکه از دستم رها نشه و جدا نشه اگر احیانا وسط کار دارید برش میدید احساس کردید که این خط برشتون اشتباه شده نگران نباشید دستگاه رو خاموش کنید میتونید اصلا تیغه رو در بیارید از جای خودش یا دستگاه رو دوباره اگه خواستید میتونید حتی بذارید سر جای خودش شما میتونید یه مقدار دستگاه رو بیارید عقب بعد خط برشتون رو تصحیح کنید حالا مثلا اگه اینجا به سمت راست منحرف شد من میتونم یه بار دوباره بکشونم به سمت چپ اصلا از این بابت مشکلی وجود نداره ولی وقتی تیغه رو دوباره گذاشتید توی دستگاه میخواد از وسط کار شروع کنید خیلی مراقب باشید که تیغه گیر نکنه به چوب و همزمان دستتونم تکون بده نه دستگاه محکم نگه دارید و برشکاری توی فضای خالی که وجود داره تیغه شروع به حرکت کنه بعد آروم نزدیک کنید به خط برش و برشتون رو انجام بدید بعد از اینکه برشکاریتون تموم شد همزمان که دستگاه در حال کار کردن است دستگاه رو زمین نذارید اجازه بدید کار کردنش تموم بشه دستگاه کامل بیسته تیغه حرکت نکنه و دستگاه رو قرار بدید رو زمین تموم شد رفت به همین سادگی حالا ما اینجا یه خط صاف و برش دادیم میخوایم یه خط منحنی هم برش بدیم یه نکته بگم زمانی که من دارم دستگاه رو میچرخونم یه لحظه تیغه گیر میکنه به چوب و اونجا حس میکنید که هم صدای زیادی میاد هم لرزش دستگاه زیاد میشه و دستتون هم زیاد تکون میخوره کم نیارین دستتون رو محکم نگه دارید از سرعتتون در زمان برش کم کنید تا اینکه بتونید برش راحت انجام بدید پس مراقب باشید در اینجور موارد امکان کیکبک یا شکستن قطعه کار وجود داره نیا کنید الان همین حرکت رو ببینید نگاه کنید اگر من درست دستگاه رو نگه ندارم تیغه رو در حالتی که خلاص هست روشن نکنم این حالت پیش میاد ببینید یه مقدار تیغه رو میکشم عقب توی فضایی که خالی تره بر اول روشنش میکنم دستگاه رو کامل دور بگیری بعد بریم برای حرکت بعدی حالا ممکنه این سوال پیش بیاد که اگه من بخوام یه برش از وسط یک ورق چوبی یا یه قطعه کار چوبی داشته باشم چه کار باید انجام بشم ساده ترین کار و اصولی ترین کار اینه که اول با استفاده از یک مته سوراخ ایجاد کنید وسط کار اینطور بعد از اینکه سوراخ ایجاد شد مثلا با مته ده حالا میتونید تیغه دستگاه رو داخل سوراخ قرار بدید و شروع کنید به برش کاری <applause> یه روش دیگه هم هست ما قدیبا تو کتاب فنی حرفه خوندیم میگفتن که نوک سفر رو بچسبونید به دستگاه به این حالت تو حالت زاویه بگیریدش یکم خطرناک که من باشم این کار انجام نمیدم به دستگاه آسیب میرسه به تیغه آسیب میرسه و اصلا پیشنهاد نمی کنم ولی باز با این حال اگر احیانا مجبور بودید راهی وجود نداره من این کار الان براتون به این صورت انجام میدم که ببینید از بغل ببینید نوک دستگاه با این زاویه فقط یه جوری محاسبه کنید که این تیغه برخورد اولیه نداشته باشه نگاه کنید الان تیغه هیچ برخوردی با کف کار نداره بعد آروم آروم خیلی آروم و با سرعت زیاد یعنی در واقع سرعت رفت و برگشت تیغ زیاد بشه ولی خیلی آروم تیغه رو نزدیک کنید به سطح این کاری که من الان میکنم اینطور میتونید از وسط یه ورق برشکاری رو انجام بدید یه مورد دیگه ای که در مورد دستگاهی مثل ار عمود باید خدمت شما عرض کنم برش ورق و چوب‌های های زخیم هست تیغه بسیار کم و نازکه همین کم ارز و نازک بودن به شما کمک میکنه که بتونید برش منحنی و نامتقارن رو خیلی راحت انجام بدید اما یه محدودیت هم براتون ایجاد میکنه اون محدودیت اینه که تیغه به راحتی بعد از گرم شدن تمایل به انحراف و دفرمه شدن رو داره برای همینه که توی چوب هایی که زخیم هستن مثلا زخامتش 3 سانتی متر 4 سانتی زمانی که دارید برش میدید یکم عجله کنید یا تیغه داغ کنه تیغه دفرمه میشه دیگه اون خط صاف رو ما نداریم همه دستگاه‌ها ها معایب مزایای مخصوص به خودشونو دارن دستگاهی مثل اره عمودبر مناسب برش های طولی و برش‌های سریع نیست اما یه برش ارزی یا برش نامتقارن و منحنی و خاص دارید قطعا این دستگاه میتونه بهتون کمک کنه یه نکته هم وجود داره برای برشکاری هایی که بعضا مثلا یه شکلی مثل مثلث رو میخواید برش بدید اشکالی مثل مثلث وقتی قراره به یه زاویه برسید شما یه بار خط برش رو طی میکنید وقتی نمیتونید دیگه بپیچونید و ادامه بدید خط برش رو برمیگردید از یک طرف دیگه برش رو انجام میدید با تقسیم کردن محدوده برش به قطعات ریز ریز بتونید یه برش صاف و تمیزی رو داشته باشید پس از پایان برشکاری هم حتما دستگاه رو باد بگیرید تمیزش کنید این مجاری رو کامل تمیز کنید محیط گیرباکس و اون محور رفت و برگشت رو کامل تمیز کنید و دستگاه رو آماده کنید برای برش های بعدی یه نکته هم در مورد تعویز تیغ خدمت رو ارز کنم همیشه سعی کنید با تیغه های نو فرایند برشکاریتون رو تمیز و ردیف و خوشکل پیش ببرید ولی اگه یه تیغه رو بخواید برای روزهای زیادی استفاده کنید برای دواز ساعت های زیادی استفاده کنید در نهایت برشتون خوب نخواهد بود این یکی کلا قیمت این چیزها زیاد نیست در انتخاب تیغه هم مراقبت کنید ما یه ویدئوی کامل داریم در مورد انواع تیغه که چه تیغه ای انتخاب کنید که به بهترین نتیجه برسید امیدوارم که از تماشای این ویدیو لذت برده باشید و یه دید خوبی پیدا کرده باشید نسبت به دستگاهی مثل ار عمود من تو ویدیوهای دیگه حتما در مورد نکته های ایمنی ترفندایی که در زمان کار با ار عمود میتونید به کار بگیرید با شما صحبت میکنم و سعی میکنم تجربیات خودم رو با شما به اشتراک بزنم لطفا شما هم تجربیات خودتون یا اگه سوالی دارید در مورد این دستگاه حتما در قسمت کامنت ها از ما بپرسید ما حتما پاسخگوی شما خواهیم بود